معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری برای اهداف توسعه پایدار شد. همکارم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل در افتتاحیه مجمع عالی سیاسی توسعه پایدار در سازمان ملل متحد در سال 2024 در مقر سازمان ملل در نیویورک خواستار تعهد فوری به سیاست‌های جسورانه و راه حل‌های نوآورانه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 شد. وی در این نشست بر نیاز فوری به اقدامات تحول آفرین برای مقابله با چالش‌های بزرگ جهانی مانند فقر، ناامنی غذایی و تغییرات آب و هوایی تأکید کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به اهتمام و تأمل بیشتر کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 و اهمیت نشست آینده سران تأکید نمود. آمنه محمد در ادامه گفت: اجلاس سران فرصتی است که فقط یک بار در یک نسل برای بازسازی اعتماد از بین رفته فراهم می شود. تا این باور عمومی ایجاد شود که همکاری بین المللی و همبستگی انسانی در مواجهه با فرصت ها و همچنین تهدید ها می تواند ما را به اهداف خود نزدیک کند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد به چالش های چند وجهی جامعه جهانی از فقر تا تغییرات آب و هوایی پرداخت و تأکید کرد که با تقویت توانایی جمعی فائق آمدن بر این مشکلات ممکن است و این همان چیزی است که این مجمع به منظور آن تشکیل شده و به دنبال یافتن راه حل‌ها و دستیابی به آینده‌ای پایدار است. مجمع عالی سیاسی توسعه پایدار در سازمان ملل متحد که در سال جاری تحت نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شد، بر ریشه‌کنی فقر از طریق راه حل‌های پایدار، انعطاف پذیر و نوآورانه در میان بحران‌های مختلف جهانی متمرکز است. این مجمع که از 8 تا 17 ژوئیه برگزار می‌شود، با هدف ارزیابی مواردی همچون پایان دادن به فقر و گرسنگی، مسائل اقلیمی، جوامع صلح‌آمیز و فراگیر و افزایش روش‌های اجرایی متمرکز تشکیل شده است. پائولا ناروئز، رئیس شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در این مجمع بر تلاش‌های ویژه کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که در مناطق درگیری هستند، تأکید کرد و بر نیاز اساسی به صلح و ثبات تأکید نمود.